نگاه بکنی تقریبا 76,000 دلار. 76,000 دلار واقعا به تو میگم پول کمی نیست، فقط به خاطر خلاقیتش، اسمایی که انتخاب کرده، 76,000 دلار کسب درآمد کرده این خانم فقط به خاطر خلاقیتش. یا مثلا این یکی 6,000 دلار، 6,000 دلار. خب ببینید last month، ببینید ماه گذشته. خب مثلا یکی 12,000 دلار، 8,000 دلار. پول واقعا کمی نیستن اینها، فقط به خاطر خلاقیتشون تونستن اینقدر پول کسب کنن. شما هم میتونید. خب میخوام بهت یک روش رو یاد بدم که با خلاقیتت میتونی تا ماه چند هزار دلار کسب درآمد کنی. البته بستگی به خلاقیت فوق العاده داره. این ویدیو فوق العاده است، خیلی راحت میتونی کسب درآمد کنی. تا آخر ببینش. های واتساپ، ابوالفضل هستم. ماز تیریک ترای. دوستان امروز اومدم یک روش فوق‌العاده رو بهتون معرفی کنم که از طریق خلاقیتتون میتونید تا ماهی چند هزار دلار کسب درآمد بکنید. در ادامه بهتون میگم که جریان از چه قراره. ولی قبل از که بریم شروع بکنیم، همین الان این ویدیو رو لایک بکن، برای دوستان بفرست، بذار منم یاد بگیرن که با استفاده از خلاقیت همیشه کسب درآمد کرد. آفرین، لایک کردی، فرستادی برای دوستانت، کامنت هم بذار. و نکته مهمتر از همه که من همیشه میگم، آفرین، سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزن و زنگوله نوتیفیکیشنش رو فعال بکن تا ویدیو را از دست ندی و سریعتر از همه به دستشون بیاری و ببینی و کسب درآمد کنی. این کانال آموزش‌های کسب درآمد فوق‌العاده‌ای داره، آموزش‌های کامپیوتر داره، آموزش‌های متنوعی است. همین الان سابسکرایب کن. آفرین. دیگه بدون معطلی بریم سراغ آموزش. سایتی که میخوام معرفی کنم scotthead.com که من لینکش رو زیر همین ویدیو میذارم، به راحتی میتونید وارد بشید. من ابتدا بیام تجزیه تحلیل آماری رو این سایت رو انجام بدیم، ببینیم این سایت به چه صورته. ببینید این سایت 6200 جهانه که همین 3 ماه پیش 2400 پله رشد داشته و این خیلی خوبه که داره این سایت رشد میکنه و قابل اعتماد میشه بیشتر. ببینید که بیشترین بازدید رو از هند، آمریکا و پاکستان داره که درصد بازدیدش هم نوشته تقریبا 30% از هند بازدیدش و 25% از آمریکا و 4% پاکستان و بقیه بازدیدش از سراسر جهانه. و میبینید که رتبه‌های داخل کشورهای مختلف، مثلا 5000 آمریکا و داخل هند 1800. من میام پایین‌تر، میبینید تقریبا 7 دقیقه و 11 ثانیه به طور میانگین افراد داخل این سایت باقی میمونن و بانس رید، یعنی یک صفحه بخوام بمونن، درصد 32% که خیلی خوبه و نرخ انگیجمنتش هم 6ه. تا متوسط 6. نمیتونم بگم خیلی بالای 6. و میبینید که از طرف گوگل اومدن بیشتر، گوددی اومدن، یوتیوب، فیسبوک و این سایت. خب چرا مثلا گوددی یک سایتی که دامنه داره میفروشه و یوتیوب مثلا تبلیغات کردن و گوگل جستجو کردن و وارد شدن و از لحاظ اینکه 197 تا لینک هم داره اعتبار خیلی خوبی. من رو ببندم. آمار بعدی تراست پایلوت. تراست پایلوت این سایتی که افراد میان در مورد یک سایت در واقع نظر میدن که بگن این سایت چطور. ببینید نمره اکسلنت 4.7 از 5 رو گرفته، واقعا خیلی عالی. 87 تا ریویو داشته که خیلی عالیه. میبینید که 86% گفتن اکسلنت، یعنی کامل پارش کردن، 5 تا ستاره دادن. اینجا نظراتشون رو گفتن، مثلا گفته اسکات هیل از ا گود ریسورس فور فرش اند کریتیو ایده. خب خیلی عالیه و ببینید نظرات خیلی خوبی رو نسبت به این سایت گفتن. اینو ببندم، خواستم بگم که این سایت چقدر عالیه. خب این سایت اسکواد هلپ و ببینید اگر مشکلی براتون پیش اومد خودتون به راحتی میتونید بیاین اینجا وارد بکنید و پشتیبانی آنلاین داره. ببینید نگرانی نداشته باشین، مترجم گوگل رو باز بکنید و ترجمه بکنید و براشون بفرستید. بعد که وارد سایت بشین نشد smartest fastest way to name business. ببینید هوشمندانه ترین و سریع ترین روش برای اینکه بیاین یک نامی رو برای اپلیکیشنتون، برای بیزینستون. خب به صورت کلی میخوام بگم مثلا این کار چیه، در واقع سایت چه کار کنه. ببینید این یه سایتیه خب که میاد یه اسمی رو پیدا میکنه برای برند ما. مثلا من یه کتابی رو نوشتم، خب به دنبال اینم که یک اسم فوق‌العاده‌ای روش بذارم. من خودم نمیتونم یه اسم خوبی رو پیدا بکنم، باید این رو در اختیار متخصصان و افرادی که ایده‌های خوبی دارن قرار بدم. من میام در مورد کتابم میگم کتابم در مورد چیه، داستانش چیه، به این سایت ارائه میدم. یه سری افراد میان در مورد یه سری افراد میان یه اسمایی رو به من پیشنهاد میدن و من یکی از اونها رو انتخاب میکنم.
یا مثلا یک اپی رو نوشتمه، یک اپی رو تولید کردمه، نمیدونم چه اسمی خوبه براش، میام در واقع عنوانش و کاتگوریش و یه توضیحاتی در مورد اون اپ به این سایت ارائه میدم، افراد مختلف میان یک اسمی رو میدن، نظرسنجی میشه، رای گیری میشه، بهترین اسم انتخاب میشه و من بین اون بهترین اسمای یکی رو انتخاب میکنم و پول رو بهش میدم. یه نکته ای که اینجا میمونه اینه که ببینید نگران این نباشید که اگر شما اسمی رو دادید طرف شما پول نده و بره ازش استفاده کنه. ببینید خارج کشور قانون کپی رایت وجود داره و کپی رایت رایج، هیچ نگرانی این موضوع رو نداشته باشید. خب کاری که ما میخوایم بکنیم چیه؟ ما میخوایم به عنوان کسی که میخواد بیاد اسم پیشنهاد بده، خلاقیت، ایده، کریتیو به کار میبره، بیایم داخل این سایت فعالیت بکنیم. برگردیم ببینید شما میتونید یک رقابت رو ایجاد کنید، یک مسابقه رو ایجاد بکنید. جریان چیه که این مسابقه رو ایجاد کنید؟ مثلا من یک کتابی رو نوشتم، خب میام اینجا استارت کانتست رو میزنم، خب من بزنم به عنوان مثال بفهمید مثلا جریان چیه. خب تا بیاد ببینید کاتگوری مثلا نیم، لوگو، سلوگان، یعنی منظور شعاره، خب یا الان ترکیبی مثلا باندل های ترکیبی، مثلا من هم نیم میخوام، هم لوگو میخوام، هم تگلاین میخوام برای کارم. مثلا من فقط اسمو میخوام، یک کتابی رو نوشتمه، خب به دنبال اینم که اسم خوبی روی کتاب بذارم، یک اپی رو تولید کردمه به دنبال اینم که اسم خوبی روی خب من یک ایمیل فیکی رو انتخاب کردم. الان رفت گام دوم، کمپانی نیم میگه برای بیزینس، برای تجارت میخوای، برند میخوای، محصول میخوای، وبسایت میخوای، بوک می برای عنوان کتاب، اپ یا الان فیلم و چیزهای دیگه، something else. ببینید مثلا من یک کتابی رو نوشتم، میخوام یک عنوانی رو برای من پیدا بکنن برای کتابم که عنوان خیلی جذابی باشه. کاتگوری کتاب رو انتخاب میکنم، این خیلی زیاده، کاتگوری خیلی زیادی داره و یه توضیحاتی در موردش مینویسم و یه توضیحاتی مینویسم و یه اطلاعات دیگه هم میتونید اضافه بهشون بدید و در آخر بیان اینو نکست و مراحل بعدی رو بزنید. من نمیخوام برم دیگه، کار ساده ایه، چون من هدفم اینجا نیست که بیام پول بدم به این سایت، میخوام بهتون یاد بدم که چطوری کسب درآمد کنی. فقط خواستم بگم که جریان کار چیه. مثلا اگه من کارفرما باشم، میام داخل این سایت یه کتابی رو نوشتم، بوک تایتل رو میزنم یا هر چیزی، ازش میخوام که یک اسم خوبی رو برام پیدا بکنن یا حتی لوگوی خوبی رو برام پیدا بکنن یا حتی شعار خوبی رو برای شرکتم پیدا بکنن و اینها جمع میشند، رای گیری میشه، بهترین ها رو به من پیشنهاد میده، من یکی رو انتخاب میکنم، پول میدم. خب این از این. و این کسب درآمد دیگه هم که میتونید از این سایت انجام بدین، این دامین ها هستن. ببینید شما میتونید دامنه های خوب، من مثالش هم بیارم. خب ببینید مثال دامنه که گفتم به این صورت، اینا اومدن یک سری دامنه هایی رو که اسم خیلی خوبی رو دارن از قبل خریداری کردن. خب مثلا ببینید XRVG تقریبا اگه نگاه کنید $5,000 براش گذاشت، یا اینجا ببینید تقریبا $13,000، $10,000 تقریبا، پول کمی نیستن اینا. پس شما میتونید چیکار بکنید؟ بیاین یک اسمای خیلی خوب تر و تمیز و شیکی رو خلاقیت به خرج بدین، از قبل برین بخرین، ساب بکنید و بیانی بذارین داخل این سایت تا ببینید یکی میاد میخری یا نه. و این هم یک روشی از کسب درآمد داخل این سایت. خب تا الان خیلی چیزای این سایت رو متوجه شدیم، من یه چیزای دیگه هم بهتون نشون بدم. ببین اورورد کارهایی که انجام میدن، مثلا نیم، تگلاین، لوگو. من مثلا نیم رو بزنم و وینرها و لیدربوردها هم رتبه بندی رو هم براتون بیارم، بعد شروع بکنیم به شیوه کسب درآمد به چه صورت. من بیام این بر ببینید بیزینس نیم آیدیا، یعنی میان همون گفتم اسم انتخاب میکنن. ببینید اسم هایی که اینجا آورده، این اسم هایی هستن که برنده شدن و کسب درآمد کردن. مثلا من اینو میزنم، من بهتون نشون بدم این جریان چیه. این زینبل، من نمیدونم تلفظش دقیق چیه. و این بر افرادی هستن که برنده شدن. ببینید مثلا این دامنه رو فروخته $300، یا الان نه این نام فروخته، خب نام برند رو فروخته، برای اپ بوده مثلا این $135، $225، 20 لایک گرفته فروخته شده، مثلا 5 لایک گرفته فروخته شده. میگم خب اول نظرسنجی انجام میشن، بعد پیشنهاد میشن، طرفی که رو انتخاب میکنه. این از این خواستم برنده ببین کم هم نیستن، هی میاد پایین، میتونی هی بزنید تا هی بیاد پایین. و تاریخ هم تا زده مال 21 سپتامبر اینا همه 20 سپتامبر. خب این از این، من اینو ببندم، این لیدر بورد، این رتبه بندی. میبینید که این خانوم تقریبا میگه داخل ماه گذشته 8 تا برنده شده و اگه نگاه بکنید تقریبا $76,000. $76,000 واقعا بهتون میگم پول کمی نیستا،
فقط به خاطر خلاقیتش اسمی که انتخاب کرده $76,000 کسب درآمد کرده این خانم، فقط به خاطر خلاقیتش. یا مثلا این یکی $6,000. خب ببینید last month، ببینید ماه گذشته. خب مثلا یکی $12,000، $8,000. پول واقعا کمی نیستن اینها، فقط به خاطر خلاقیتشون تونستن اینقدر پول کسب کنن. شما هم میتونید. من اینو ببندم، مثلا گفتم این برند نیم، این یکی برنده شده و $300 تونسته کسب درآمد کنه فقط به خاطر همین اسمی که انتخاب کرده. ببینید شما اسم انتخاب میکنین، رای گیری میشه، بعد میره برای فروش. در واقع کسی که اونو میخواد اگه خوش اومد از شما میخره، و گفتم که کپی رایت هم وجود داره، این نیست که بیاد اسم شما رو ببینه و بره خودش استفاده بکنه. خب این بخش دامنه بود. شیوه ثبت نام هم گفتم، شیوه که در واقع به دست بیاریم، روال کارم بهتون نشون دادیم، الان بریم شروع بکنیم کسب درآمد رو. خب ببینید برای کسب درآمد از بخش کانتست بروز و بیکام کریتیو رو میزنید. ببینید این سایت ایران رو انگار تحریم کرده، ولی بعید میدونم نیاز به فیلترش کردن داشته باشه، فقط کشور ایران نداره. من به همین خاطر گام به گام میرم جلو که شما هم داخل ثبت نام مشکلی پیش نیاد براتون. خب وارد این بخش شدیم، من میام پایین تر میگه چطوری ما کار میکنیم. ایدهتون یا شعارتون، لوگوتون، اینا رو ثبت میکنین و میرن رایگیری انجام میشن و پول دریافت میکنین اگه برنده بشید و امتیاز هم میگیرید. میام پایین تر، کار با این بخش ندارم، جوین نو رو میزنم. خب ببینید میتونید اینا رو وارد بکنید، فرست نیم، لاست نیم، دیسپلی نیم، نام نمایشتون، ایمیل و رمز رو تکرار بکنید و بخش جوین کریتیو رو میزنید و بعد کریت اکانت رو میزنید. خب من به طور مستقیم از طریق گوگل هم میتونم این کار انجام بدم، ولی الان من میام اینا رو وارد میکنم و کریت اکانت رو میزنم، میرم مرحله بعد، با من همراه باشید. خب ببینید من که داشتم ثبت نام میکردم، من قبلا ثبت نام کرده بودم، یک سری اطلاعات رو وارد نکردم. الان بهتون میگم چه اطلاعاتی رو وارد نکردم. اطلاعاتی بودن که نیاز به مکان و کشور این چیزا داشت. شما برای اینکه اونا رو وارد کنید از سایت فیک دبلیو استفاده کنید. این سایت ایران رو تحریم کرده متاسفانه. ببین مثلا من آمریکا رو زدم، همین اطلاعات رو سیتی و استریت و اینا رو وارد بکنید، اینا رو یه جایی هم بنویسید که داشته باشینشون برای آینده. بعد که وارد کنید میایین اینجا، مثلا میگه نیمینگ، لوگو، من اینا رو میتونم انجام بدم. خب بیوتون شما کامل کردینه، اینو کارت رو کامل کردین، رفتینه تا در واقع باید محله 4، این رو میزنید و میرین داخل کانتست ها رو نگاه میکنید، هر کدومش که میتونید شرکت کنید رو تایید میکنید. مثلا ازتون میخواد یک نامی برای یک کمپانی، وقتی روش کلیک کردین یه سری توضیح میده، میگه این کمپانی در مورد این کار، در مورد این کار، شما یک اسم رو انتخاب کنید، شما اسما رو بهشون میدید و میره رای گیری میشه و اگه خریدن پول گیر شما میاد. این از این مورد. و برای اینکه دامنه بفروشین، مای دامین قسمت میرین دامناتون رو ثبت میکنین برای فروش، و همچنین برای برداشت هم حتما باید به بخش اکانت دیتیلز برین. خب اینجا متد پیمنتتون رو وارد بکنین، الان اینه یا پیپل، یا الان خودی که شما وارد کردین، من الان وارد نکردم. سایت بعدی که میخوام معرفی کنم همین حالت سلگان اسلینگر زای اشتباه تلفظ نکنم. ببین اینجا مثلا میگه شما نیاز به یک شعار دارین، نیم دارین، الان هر چیزی میزنید، نیم برای کمپانی. خب باید اینجا رایت سلوگانز رو بزنید، به اینجا ثبت نام بکنید. همونطوری که میبینید شما میتونید $999 برای هر رقابتی برنده بشید، تا $999. این از این. دو تا سایت واقعا فوق العاده هستن. ببینید من دیگه تکرار نمی کنم، شما بخش اکتیو کانتست میرید و رقابت ها رو براتون میاره، تو یکیشون شرکت میکنید و پیشنهاد میدید. ببین اگر دچار مشکلی شدید، نمیدونستین چه کار بکنید، زیر همین ویدیو کامنت بذارید، پاسخ میدم. خب امیدوارم از این ویدیوی فوق العاده راضی باشی، به نشون دادم که چقدر راحت میتونی از طریق خلاقیت خودت، فقط با گفتن اسم و درست کردن لوگو، چقدر میتونی کسب درآمد بکنی. دیدی که داخل اون سایت گفت تو میتونی تا هر کدومشون $999 کسب درآمد کنی، و نشون دادم که بعضیا $70,000 کسب درآمد کردن تو یک ماه. پول کمی نیست. خب اگه از ویدیو راضی بودی همین الان ویدیو رو لایک بکن، کامنت و دوستانت بفرست، و سابسکرایب یا مشترک شدن رو فراموش نکن، زنگ نوتیفیکیشنش رو هم فعال بکن تا آموزش بعدی موفق و سلامت باشی.